سوال شماره 57، حاصل عبارت زیر به ازای 4a مساوی 22 کدام است؟ یه عبارت بهت داده، بسیار پیچیده، ولی ما میریم که حلش بکنیم. نگاه کن، میگیم که نیم آ، یه دونم یک و نیم آ میشه چقدر؟ میشه 2a. متشابه ها رو با هم بگیریم. اول من پرانتز اول رو یه خورده ساده کنم. یه دونه منفی 2/5 داری، یه دونه منفی 3/2. ببین منفی 2/5 منهای 3/2 رو باید چیکار کنی؟ مخرج مشترک بگیری. مخرج مشترک که بگیری میشه منفی 4/10 منهای 15/10 که میشه چقدر؟ منفی 19/10. چرا منفی 19/10؟ چون منفی 4 با منفی 15 عدداش با هم جمع میشه. خب پس اینجا داری منفی 19/10. درسته؟ یه منها وسطه، منم منها میذارم، پرانتز رو باز میکنم. یه 4/5 آ داره، یه دونه منفی 8/10 آ داره. بچه ها 4/5 رو ضرب در 2 بکنی صورتش رو، مخرجم ضرب در 2 بکنی میشه 8/10. میشه 8/10 آ. اونجام داری منهای 8/10 آ، یعنی جفتش اگه کسری بنویسی میبینی اتفاقی که میفته اینه که این دوتا با هم خط میخوره، یعنی اصلا آ نخواهیم داشت. عدد فقط داری. عددات چیه؟ عددات اینه، یه 6 به اضافه 3 داری میشه 9، به اضافه یه دونه هم 1/10 داری. خب اتفاقی که میفته اینه، خیلی راحت باید بیای دوتا پرانتز رو با هم بگیری. 2a که اینجاست، اینجا هم بذاری خود ساده کنیم. یه نکته، اگه یه عدد صحیح با یک کس جمع شد، میتونی علامت جمعش رو تو ذهن در نظر نگیری، به صورت عدد مخلوط بنویسی. یعنی اگه این دوتا هم علامت جفتشون مثبت بشن، میشه عدد مخلوط میشه 9 و 1/10، میشه 9 10 تا. 90 تا با یکی میشه چی؟ 91. بنابراین میشه 91/2، میشه 91/10. یه راه سری برای به دست آوردن جواب کسرت. پس میشه 2a منهای 19/10 منهای 91/10. درسته؟ حالا 2a رو مینویسم، این جفت عددمون مخرجش یکسانه، صورتاشو باید با هم در نظر بگیرم. چون جفتشون علامت پشت سرشون منفیه و هم علامتا با هم جمع میشن، میشه منفی 110 به روی 10. بنابراین داری 2a منهای 110 تقسیم بر 10 بچه‌ها میشه 11. عبارت شما شد این، یعنی ساده شده این عبارت شد 2a منهای 11. حالا باید کمک بگیری. از کجا کمک بگیری؟ از اینجا. میگه 4 تا آید میشه 22. بچه ها جفت طرف رو تقسیم بر 2 بکنید، پس میشه 2 آید مساوی 11. ببین 4 آ رو تقسیم بر 2 کردم، 22 رو هم تقسیم بر 2 کردم، 2 آ من شده 11. به جا 2 آ چی بذار؟ بذار 11. 11 منهای 11 میشه چند؟ میشه برابر با 0. پس جواب شما میشه گزینه شماره 4.